محمد جواد ظریف در مصاحبه با هفتنامه فرانسوی لوپوئن در پاسخ به سوال خبرنگار درباره دشمنی با اسرائیل گفته است چه موقع گفته ایم که اسرائیل را نابود می کنیم؟ فقط یک نفر را پیدا کنید و به ما نشان دهید که این حرف را زده باشد هیچ کس چنین حرفی نزده است این سخنان در حال ایراد می شود که در میدان فلسطین تهران همکنون روز شمار نابودی اسرائیل نصب شده است همچنین چندی پیش در رزمایش موشکی سپاه بر روی یکی از موشک های دوربرد به زبان عبری نوشته شده بود اسرائیل باید از بین برود به راستی وزیر خارجه با چه نیتی این سخنان را میزند آیا وزیری که آشکارا این چنین دروغ میگوید قابل اعتماد است که در عرصه بین المللی از منافع ملی کشور دفاع کند دوستان فکر می‌کنم این سخنان آقای ظریف رو همه شنید و همه ببنید. تعجب کردید. آقای حرف آقای ظریف در واقع مستاق بارز توف سربالاست هم تو صورت خودش افتاده هم تو صورت کل رهبران جمهوری اسلامی عمق جب جهالت نادانی حماقت کسایی رو نشون میده که چهل ساله با همین خوزعبلات یک مملکتی رو به ذلت و درماندگی انداختن و خودشون کمترین اعتقادی به این دریوری ها ندارن انقدر حقارتش زیاد بود که حتی واکنش اسرائیلی ها رو برنگیخت این حرف چه برسه به محافل سیاسی و رسانهی دنیا در واقع نشون میده که این آدم ها این گذافگو چقدر هم سینیست هستن چقدر هم وقی هستن در روز روشن ظلم میزنند به چشم مردم ایدان و چشم جهانیان میگن کی گفت؟ کی خمینی گفت کی احمدی نژاد گفت انگار ننگار چهل سال سر هر کوه و برزنی اینا پرچم اسرائیل و آمریکا آتش میزنن انگار نه انگار شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا این قده سرطانی رو باید از ریشه برکند شعار دست اول تمام رهبران رهبران جمهوری اسلامی و شعار اصلی نمازهای جمعه این کشور بوده و میبینید که نوعی اعترافم هست به این که این حرفا پوچه هر چند این مملکت به درماندگی رسیده در نتیجه این حرفای پوچ و در این حال اعتراف به این که خودشون هم اعتقادی ندارن به این حرفای پوچ شما حرفای مشای یادتونه که حتی گفت در واقع اسرائیل مردم اسرائیل دوست مردم ایران هستند و تشر خامنه ای در حقیقت در بین داشت و در این حال یه بنبست جمله رو تموم میکنم اینها نمیتونن به این دشمنی هم خاتمه بدن به خاطر اینکه میدونن پایان دشمنی علیه اسرائیل علیه آمریکا شیشه عمر اینا رو محکم به زمین میکوبه و این دور باطل همچنان ادامه خواهد داشت بله به نظر من این یک تلاشیه برای بقا که البته نتیجه عکس میره به نظرم چون در مورد شخصیت همین آقای ظریفیارتون سه چهار سال پیش در روزهای برجم یک بروبیایی داشت یک محبوبیتی داشت با همین دروغ و یکی رو تا دروغ قبلی که بعدا ملقب شد به سلطان دروغ میبینیم چقدر منفور شده اما سوال اینجاست که چرا آقای ظریف نرفو میزنه در شرایطی که میدونه ویدیوها موجوده صدای آقای خمینی، صدای خامنه ای، ویدیو خامنه ای موجود نظراتشون در مورد اسرائیل ثبت شده حتی افراد معتدل تری ظاهرن. مثل رفسنجانی الان ویدیوش موجوده که میگه مثلا رو در مورد نابودی اسرائیل گفته حتی افرادی که اصلاح طلب بهش امید داشتن مثل سید حسن خمینی ویدیوش موجوده و سوال اینجاست که چرا این حرف زده حرفی که خودش میدونه کاملا دروغه و آشکار شدنش به اندازه یک سرچ ده ثانیه‌ای گوگل چرا خامنه ای سکوت میکنه موقعی که ظریف این حرفو میزنه چرا خامنه ای نمیگه شما چه حقی داری که سیاست چهل ساله ما رو داری زیر سوال میبری انکار میکنی به نظر من فقط یک دلیل داره به این دلیل که به این نقطه رسیدن حاصل چهل سال سیاست تبلیغی و خصمانشون منجر به این شده که الان به مرحله تقابل واقعی رسیدن از شعار گذشته میدونن که به زودی مستقیم یا غیر مستقیم متاسفانه با اسرائیل درگیر میشند و میدونند که اسرائیل هم سر این مسئله کوتاه نمیاد حالا که به این مرحله رسیدند حالا که به مرحله تقابل رسیدند حالا که یادتون خامنه ای اگر یه بار به ما بزنن ده بار باید بخورند خب بیش از دویست بار در خاک سوریه به ایران حمله شد اونا نتونستن یک بارم دفاع کنن علال قایده میباید ده بریم میشد دو هزار بار حالا که میدونن به این مرحله رسیدن حالا که میدونن که کل نظامشون کل حاکمیتشون کل وجودشون در خطره به این متوصل شدن به نظر من این نتیجه عکس میده همین نشون میده اتفاقا فشار به جای مناسبی وارد شده همین نشون میده به قول آقای اسرائیل اصلا نمیاد انکار کنه اصلا نمیاد جواب بده دیدیم که جامعه جهانی این خبر رو اصلا ایگنور کردند اصلا مرکزش نکردن حتی جوک هم باش نساختن اما میدونن آنچه که جمهوری اسلامی رو به این نقطه رسونده کار, کار کرده مفید بوده موثر بوده به نظر من همین فشارا رو ادامه میدن ببینید به نظر من خب حالا صحبت هایی که آقای اعتمادی یا آقای سیدی کردن از یک زاویه دیگه من میخوام به قضیه بپردازم و اون رقابت بین جناهای خود حاکمیت هستش ببینید خب البته جای آقای ثابتی خالیه که بگه در جامعه ای که در واقع به قول هانارنت دروغ نهادینه شده از بالا تا پایین همه دارن دروغ میگن نمیدونم خب اینا هستش واقعا در سیستم جمهوری اسلامی خودعه هست بهتان هست و تقیه هم که در مذهب داره مبانی هستش اما به نظر من هیچ کدوم از اینها نیست ببینید آقای ظریف اومده کجا این حرفا رو زده در با در مصاحبه با یک مصاحبه با یک در واقع مجله فرانسوی آقای ظریف علارغم اینکه داره خیلی تقلا میکنه که میگه نه من برای انتخابات بعدی در واقع حاضر نمیشم اما آقای ظریف واقعیت اینه که در حال به این داره فکر میکنه و اتفاقا یکی از راه‌های تبلیغ هم همین انکارشه یه چند روز پیشم گفته بود میخواد محزری بگم که آقا من در انتخابات نمیخوام حضور داشته باشم به نظر من آقای ظریف داره یک پیام میفرسته و اگر سیاست در جمهوری اسلامی روزنامه کیهان همین سه‌شنبه در جواب به آقای ظریف گفتش که آقا تحریف نکن سیاست رسمی جمهوری اسلامی نابودی اسرائیل کدام آورده بود آقای خمینی گفته که باید در واقع اسرائیل محو بشه نمیدونم آقای خامنه ای رسما اعلام کرد ما حمایت حمایت میکنیم کردیم و حمایت خواهیم کرد از کشورهای یا ملت که برای نابودی در واقع حالا به قول ایشون ها اقدام بکنه بنابراین سیاست رسمی در جمهوری اسلامی مبارزه و زدیت با اسرائیل این دوم خروس موشکی هم که نمیشه اصلا در واقع قایم کرد روی موشک در واقع نوشتن اما چرا با همه اینها آقای ظریف میاد در واقع این حرف رو میزنه به نظر من پیامی است که میخواد به اروپا و حتی به اسرائیل بفرسته که اگر به مثلا ما به آینده جمهوری اسلامی در واقع امیدوار باشیم کسانی هستند در این در واقع آینده که سیاستشون بر خلاف سیاست های رسمی جمهوری اسلامی محو اسرائیل نیست و خب من فکر میکنم از این زاویه میشه به قضیه نگاه کرد البته شما متاسفانه یه مقدمه برای خودتون چیدی و بعدین یک نتیجه هم گرفتی و اولا باید ثابت کنیم که این چطور چی گفته آقای ظریف در با مجله لوپون شما فقط اومدید یک مقطع مقطع و ازش منتقل کردیم. اما ایشون گفت امام خمینی گفته که اسرائیل باید از بین برود و هم تفسیرش کرد من میخوام بگم کلا اتفاقا قبل از حرف آقای ظریف پنج شنبه من خودم این حرف رو زده بودم در تلفیزیون بی بی سی عربی گفتم که و در طرف من هم بود یک اسرائیلی ایران سیاستش اره از بمبوردن اسرائیل ذا تحریر و آزادی فلسطین این استراتژی بعید المدى استراتيجية پولانی استراتيجية يعني اما فردا امروز بس فردا 5 سال دیگه این دیگه بستگی به زمان اما خود اسرائیل همون کشور مصنوعی شهيل سال تا همیشه ادعا میکنه همیشه تهدید میکنه میخواد به ایران حمله میکنه هر روز همیشه اسرائیلی ها صحبت میکنن از حمله کردن به ایران و نابود کردن ایران و زدن مش... پایگاه های نظامی و پایگاه های اتمی ایران چهل سال اسرائیل ایرانو تهدید میکنه و می اصلا وجود اسرائیل براش وجود ایران خطرناک, خطرناک محسوب میشود و همیشه تهدید میکنه اما مثلا چرا ایران جواب زدن تجاوزات تحديم با تجاوزات اسرائیل تجاوزات اسرائیل هر روز که در سوریه چیز اتفاق میفته ایران داره جوابش میده اما به بي روش دیگری ایران داره حمایت میکنه از حماس حماس داره پدر اسرائیل در میاره باعث شد که وزیر دفاعشون استعفا میکنه ایران داره حمایت میکنه از جهاد اسلامی ایران داره حمایت میکنه از جبهه ازایدی بخش فلسطین ایران داره حمایت میکنه از حزب الله ایران در 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 استراتژی بعید و طولانی هدفش فلسطینه اما الان اره پیام داره برای اروپا برای جاهای دیگه که الان ایران نمیخواد وارد جنگ بشه با دوستان من, من تمام میکنم اینو اینکه من چرا بخشی ده ده ده. نه خب شما صحبت اینکه من چرا بخشی از این سخنان انتخاب چون من با این بخشش مشکل دارم با بقیه بخشش مشکل نداشتم ولی من رو خوندم آره منم من میدم ولی در مجموع من در مجموع قبول میکنم که به هر حال نبفت داری... اسرائیل باید از بین برود نه اصلا نقل, نقل کرد از امام خمینی نقل و, و تفسیرش کرد گفت امام منظورش ت... که اسرائیل از درون پاشید میشه آقا نجا اینو شما نقل نه نه آقا گفت که ما نگفتیم خودمون نه, 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 نه ولی اسرائیل با دولت. این سیاست دولت. داره خودش به این سمت میره منظورش دولت کنونی نه که دولت کنونی آقا آقای ظریف همون کسی هستن که گفت ما در کشورمون نظام گفت ما در کشورمون زندانی سیاسی نداریم در حالی که معلمان روزنامه نگاران الان در zăndonă